محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده اهل افغانستان در منطقه ریکاخانه کابل در 1323 خورشیدی زاده شد. او دوران لیسه را در مکتب حبیبیه به پایان رساند و پس از آن در رشته خبرنگاری دانشگاه کابل تحصیل کرد. مدتی بعد از پایان تحصیل با استفاده از یک بورسیه به انگلستان رفت و مدرک کارشناسی ارشد گرفت. محمد اعظم قبل از اینکه رهنورد زریاب شود، کودکی کنجکاو، خیالپرداز و عاشق قصه ها و روایت ها بوده است. شیفتگی زریاب به کتاب و نوشتن از همین دوره آغاز شد. کابل در زمان کودکی او، یعنی دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه، پایتختی آرام بود و به دور از جنگ و خشونت. این بستر مناسبی برای بالندگی او که متعلق به یک خانواده طبقه متوسط بود فراهم کرد. او از کودکی به کتاب و مجله دسترسی داشت. این دوره فضای بازی برای نویسنده ها بود و در همین مقطع از زمان است که یکی از بهترین نویسندگان افغانستان، یعنی رهنورد زریاب، آغاز به نوشتن کرد. زریاب از همان آغاز نوشتن گذشته را برای خوانندگان زنده می کرد. داستانهای زریاب شخصیت، زمان و مکان، راوی و خط روایت دارد. زریاب با داستان بیگل و برگ آغاز کرد و نزدیک به 100 داستان کوتاه نوشته است. او در 1342 خورشیدی در میان داستانهایش یکی از نخستین نمونه های کامل داستان را با داستان کلبه میان دره، دیوار و دیه ارائه کرد که هم زبان و ساختار محکم دارند و تمام عناصر لازمه این قالب در این داستان‌ها به گونه کامل ارائه شده است. زبان داستانی زریاب تنها زبانی نیست که روایتگر یک رویداد باشد یا عنصری که کارش را بکند، بلکه زبان شیرین، صمیمی و گیرا است که مخاطب را در همان گام نخست با خود می کشد. همین نثر شیوا و زبان محکم داستانهای او بود که در همان آغاز او را از دیگر داستان نویسان جدا ساخت. او از زمانی که مهاجرت 10 ساله اش در فرانسه را پایان داد و در 1382 به کابل برگشت، 1 سال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، ولی کنارگیری کرد و در گوشه خلوت خودش پیوسته می نوشت. در مراسم های ادبی سخنرانی می کرد، به اصلاح و ویرایش متن رسانه ها پرداخت و فعالیت فرهنگی کرد. پیش از این دوره هم زریاب کارنامه پرباری در نویسندگی، پژوهش و روزنامه نگاری داشت. نخستین داستان کوتاه او در 1342، زمانی که 19 سال داشت، در مجله پشتون ژغ در کابل منتشر شد. 20 سال بعد از آن، نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه او آوازی از میان قرن‌ها در 1362 از سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل چاپ شد. در همین سال ترجمه مجموعه ای از داستان‌های کوتاه او به زبان روسی در مسکو نیز منتشر شد. در این فاصله، یعنی پیش از این که نخستین کتابش منتشر شود، داستان‌ها، نقد و مطالب زیادی از او در مجله‌های گوناگون به چاپ رسیده بود و او دیگر یک چهره شناخته شده در میان فرهنگیان بود. تسلط او بر زبان، شعر و نثر کلاسیک پارسی، زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و مهمتر از آن، شناخت او از جامعه باعث شد رهنورد زریاب به نویسنده ای اثرگذار، صاحب سبک و پرکار مبدل شود. قبل از این که زریاب نخستین و معروفترین رمان خود، یعنی گلنار و آینه را در غربت بنویسد و در 1381 منتشر کند، از او 4 مجموعه داستان کوتاه، 1 مجموعه ترجمه داستانهای کوتاه نویسندگان مختلف جهان به فارسی و مجموعه هایی از جستارها چاپ شده بود. نسل نو افغانستان رهنورد زریاب را از طریق گلنار و آینه شناختند و شیفته اش شدند. این کتاب رمانی است با نثری ساده، شسته و رفته، با عنصر تکرار که یک داستان عاشقانه و در جاهای خیال‌انگیز از کابل قدیم را روایت می کند. این رمان در کابل در فاصله چند سال به چاپ 4 و 5 رسید، اتفاقی که در فضای ادبی افغانستان بسیار نادر بود.
پس از آن رمان‌ها و کتاب‌های دیگری از او از جمله هذیان‌های دور غربت، زیبای زیر خاک خفته، چارگرد قلا گشتم، شورشی که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردن، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت در کابل و تهران منتشر شد که با استقبال جامعه ادبی روبرو شد. چند سال پیش انتشاراتی در کابل برای ادای احترام به او و کارنامه ادبیش به نام او نامگذاری شد و برای بزرگداشت از او به پاس 50 سال فعالیت ادبی و رسانه‌ای او در کابل برگزار شد. فراتر از مرز افغانستان، در تهران نیز در سال 1395 خورشیدی مجله بخارا با همکاری چند نهاد دیگر برنامه ویژه‌ای برای نکوداشت از کارنامه رهنورد زریاب برگزار کرد که در آن محمود دولت آبادی، یکی از شناخته شده ترین نویسندگان پارسی زبان، درباره او به تفصیل حرف زد و پاره ای از داستان او را خواند. شماره 118 مجله بخارا نیز ویژه رهنورد زریاب بود که چند ماه بعد از این مراسم منتشر شد. اهمیت کار رهنورد زریاب تنها به خاطر نوشتن داستانها و جستارها نبود. او دست بالایی در ساختن واژه‌های جدید داشت. زریاب در حال نوشتن رمانی با نام زن بدخشانی بود که دچار بیماری شد. او به این آرزویش نرسید و مجال پیدا نکرد تا رمان ناتمام خود را کامل کند و به همین گونه شاید قصه ها و داستان های زیادی دیگری که از او ناگفته ماند. این نویسنده نامدار سرانجام در 21 قوس 1399 خورشیدی و در 76 سالگی به دلیل بیماری کرونا چشم از جهان فرو بست و در کابل به خاک سپرده شد. زریاب نامی آشنا در عرصه فرهنگ و ادبیات در افغانستان است که با شناخت دقیق از ادبیات داستانی جهانی قصه های زندگی مردم افغانستان را به دنیا معرفی کرد. زریاب زبان و روایت خودش را داشت. با این همه داستان‌های او در این چند دهه از آن جمله داستان‌هایی بودند که هیچگاه فراموش نشدند و هنوز هم مجموعه های داستانی او خوانده می شود و تازگی خود را دارد. زریاب در داستان نویسی افغانستان بدون شک نام ماندگاری است و این به خاطر صحنه پردازی های خوب، شخصیت های ماندگار، زبان شیوا و محکم، روایت و توصیف های قشنگ اوست.